سلام سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجا که هستید، هر کجای ایران که هستید، در خانه یا در سفر. امیدوارم ایام نوروزی تا این ساعت به شما خوش گذشته باشه و روزگار خوشی رو هم در سال جدید پیش رو داشته باشید. سلام به شما عزیزان در تاجیکستان، افغانستان و هر کجای دیگر جهان که نوروز رو گرامی داشتید. در کردستان عراق، کردستان ترکیه و در وضعیت بحرانی و سرشار از بزن بزن و خونریزی در سوریه، در کردستان سوریه که من خبر دارم باز هم در همین گیرودار جنگ، سنت و آیین نوروزی در منازل کردهای نازنین سوریه برگزار شده است در بسیاری از منازل. برای همه شما آرزوی روزگار خوشی رو دارم. این رسم دیرینه آیین نوروزی پیش از این جغرافیای بیشتری رو زیر سایبان یا چتر گلهای بهاری خودش داشت، اکنون هم کم و بیش چنین هست. جغرافیای پاک دلان دل سپرده به آیینهای بهاری، آیینهایی که در ارتباط مستقیم با طبیعت هستند. نازنینان تاجیک، نازنینان افغانستان، همسایگان ما، همونطور که اشاره کردم کردهای عراق در کردستان عراق که جشنهای بسیار با شکوهی طی روزهای اخیر و شبهای اخیر برگزار شده با آتش افروزی های گوناگون. در تاجیکستان نیست چنین بوده و در افغانستان نیست، البته به شکل دیگری، نه با برافروختن آتش، رقص و شادی و رنگهای مختلف. در کشورهایی که رقصیدن در کنار هم زن و مرد نه تنها مشکلی نیست که مورد استقبال نیز هست، همان گونه که در کردستان عراق نیست، اما زیر حکومت فقیه در کردستان ایران. در افغانستان مردمان بسیار از آنان که روزگار زیر سلطه طالبان گذراندند، تا آنان که در برابر طالبان ایستاده بودند و آنان که با طالبان همراهی نیز کردند، در کنار هم نوروز رو جشن گرفتند امسال مثل سالهای دیگر پس از طالبان. سری به افغانستان میزنیم. همراه شما عزیزان با این نکته اشاره هم بکنم که اخبار ویژه هم برای شما طبق سنت های پنج شنبه شب تفسیر خبر خواهیم داشت و پیام های شما عزیزان در پایان برنامه. به گسترش فرهنگ و آیین های ایرانی نظری میکنیم، همسفر میشیم با هم به افغانستان میرم. سمانک شغله بختونو قطع یک بویا و طرف شغله
چشمه چشم تشنه من نشوی، در آتش آه عاشقت می سوزی. حالا نوروز آمد در افغانستان، دلهایشان همیشه شاد باد، خنده بر لبانشان جاری، آینده کودکان و نوزادانشان روشن همواره چنین باد در سال نو. و همسایگان دیگر در تاجیکستان، از مراسم امروز امسال هنوز تصویری به دست من نرسیده. سال گذشته چگونه بود؟ گسترده و وسیع، به وسعت دل پاک دلان تاجیکستان، آیین نوروزی، سفره گستر با بخشندگی بهار میبینیم. آمد نوروز در این سرزمین، خاک ما شد دشت فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید. باز شد چشم بهاران بر خزان، شد صدف و خانه دور رو بهم، دشت ارژنگ باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد. قاصدک آمد که مهمان آمده، بوی نرگس های یاران آمده، خاک من ای قبلگاه عاشقان، نوبهاران از همیشه جاودان. رودهایت پر خروش و بیقرار، کوههایت سربلند و استوار، بند بند ما همه از خاک توست، تار و پود ما ز خاک پاک توست. بچه شبنم به برگ گل چکید، شانه زد باد بهار و زلف بید. خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در پیمان ماست. هم وطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد. بله، بازخوانی ترانه های خوانده شده، ترانه های بهاری توسط خوانندگان ایرانی، ترین انداز در تاجیکستان، لباسی که بانوان تاجیک بر تن کردن برگرفته شده از لباس بانوان در زمان ساسانیان هست، به شکلی زیبا و گسترده. روان عالمپور، شاد مرد هنردوست، انسان هنردوستی که تحقیقات و پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه فرهنگ و هنر ایرانی داشت و دلبسته فرهنگ ایران. درگذشت به طوری که هنوز روشن نیست. بسیاری بر این عقیده هستند دست یا دستانی در کار بوده است. روان او شاد
و روان همه تاجیک ها و افغان های نازنین که در این مسیر تلاش کردند و دلهای همه اونهایی که دستی در برگزاری آیین های نوروزی در کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، کردستان، کردستان عراق، ترکیه و سوریه داشتند. دلهایشان شاد. در تاجیکستان اما مولوی خانی سنتی دیرینه هست در کنار برگزاری آیین‌ها و جشن‌های سنتی نوروزی. مولوی خانی سنتی بسیار دیرینه هست. بسیاری از شما عزیزان دولتمند تاجیک رو، هنرمند ارجمند تاجیک رو میشناسید. من شاهد برگزاری کنسرت دولتمند در تئاتر شهر پاریس بودم، با او هم گفتگویی داشتم، مصاحبه. یکی از بزرگان هست در مولوی خانی. اما تنین انداز شدن یا تنین انداز بودن صدای همیشه و جاودان مولوی رو در تاجیکستان خوشا بگوی که من منم 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 خوشا بگوی که من منم 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 شون من روز نتنم منم 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 خوشا بگوی که من منم 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 متشیش که من فروز عقل من جایم را بسو خوشا بگوی که من منم 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 ظلمت شب چه گشت روز منم 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 خدا بگوه که من منم 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 هی پیر منم کمان منم پیر منم جوان منم خدا بگوه که من منم 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 دولت شام به دام منم 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 خدا بگوه که من منم 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 پشنان او منم گوان کان او منم خوشا بگوه که من منم 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 گنج روان او منم 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 خوشا بگوه که من منم 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 پاس سفید او منم سایه فید او منم خوشا بگوه که من منم 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 رای او مد او منم 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 خوشا بگوه که من منم 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 رو منم نفس منم مرغ منم قفس منم خوشا بگوه که من منم 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 مشتور مست او منم باده پرست او منم خوشا بگوه که من منم 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 نبک شست او منم من منم 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 خوشا بگوه که من منم 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 مشتور من چه مست شد خورده شراب الست شد خوشا بگوه که من منم 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 مرز ناز دست شد منم 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 خوشا بگوه که من منم 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 شمس منم کمر منم سجن منم کمر منم خوشا بگوه که من منم 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 بله در تاجیکستان دیدیم در میدان، میدانهای دوشنبه و شهرهای دیگه در ایام نوروزی چه می‌گذرد؟ شادی و مولوی خانی و شعر و ترانه جاری است. نوروز بر مردمان تاجیک و همه پاکدلان جهان در هر کجا که هستند، ایران، افغانستان، کردستان، عراق، سوریه، ترکیه، هر کجای جهان که هستند، پاکدلان جهان نوروز بر آنان خجسته باد. ایامی خوش در پیش داشته باشید. همراه شما خواهیم بود و همراه بهار در تفسیر خبر.
روانش شاد، دلکش عزیز و گرامی، دلکش همیشه، چون بانوان دیگری که در عرصه موسیقی ایران بودند و همیشه در ایام نوروزی حاضر و آوازخوان در صف نخست. مرضیه، دلکش، الهه، یاسمین بانو، یاسمین که در ایران هست تا اونجا که من اطلاع دارم، دیدم و خوندم. نوروز بر ایشون خجسته باد، بر همه نازنینانی که در سالیان سال شادی آفریدند در ایام نوروزی و غیر نوروزی. آنها که رفتند روانشان شاد، آنان که هستند عمرشان دراز و تندرستیشان پایدار. و ما وعده کرده بودم که خبرهای ویژه برای شما عزیزان دارم. چند خبری هست مایل هستم در میون بگذارم. در سال جاری هم حتما خبرهای ویژه و ویژه تری هم خواهیم داشت. یکی پیام رهبر جمهوری اسلامی هست که آمدن، من بارها اشاره کردم به این موضوع که حکومت ایران تنها حکومتی در دنیا هست، شاید در تاریخ، که تمام گردانندگان و مسئولان درجه اول و دوم و سوم و مسئولان حاشیه و رئیس جمهوری های پیشین و رئیس جمهوری های جاری و فعلی و رئیس جمهوری های آینده ای و اونهایی هم که به امیدی کس و کارشون اونها رو ناز نوازش میکنن، میگن شما بعدها رئیس جمهور میشید مانند احمدی نژاد یا خاتمی یا بقیه، و یا میندازن بالا و ناز میکنن بچه رو که اینجوری رئیس جمهور میشی و اینها، با طبعا لحن موزون تری، همه اینها ناراضی هستن از رئیس جمهور نشسته، هم از دکتر غیر دکترش تا رئیس جمهور برپا و تا رهبر، و همه ناراضی و به اصطلاح در اپوزیسیون هستن. این حکومت یکی از خصوصیاتش اینه. خود رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای، آمدن و گفتن، پیامی دادن به مناسبت نوروزی. به هر حال باز هم در همون زمینه‌های اقتصاد، که خب ما دیگه نیاز به پیام‌های اقتصادی فکر می‌کنم دیگه نداریم، اندازه کافی وضعیت اقتصادی با پیام‌هایی که دادن ایشون خب روبرو شده و دیگه مشکل نیست. اما یک حاشیه‌ای داره پیام ایشون، اون برای من خیلی جالب توجه بود. خبرگزاری دانشجوی دولتی حکومتی دانشجویی دانشجویان ایران که ایسنا خلاصه میشه، آمده و این پیام رو به ظرایف و نکاتی توجه کرده، بسیار جالب. گفته ببینیم معنی داره که رهبر نشسته در تصویری که پیام نوروزی میده، یکی ترمه رو و بعدم اون زیلو هست زیر پاشون اونجا، و اشاره رهبر این قصد داشته که این کار کرده. توضیح ندادن که قصدشون چی بوده، عکس آیت الله خمینی رو بغل گذاشتن و اینها، باید اونم لابد توضیح میدادن، چون وقتی همه ابزار صحنه یک معنی نمادین داره، هر چیزی هم باز باید تفسیر جدیدی براش آورد. درست عکس آیت الله خمینی رو همه جا میذاره، ولی اینجا به هر حال در همین تفسیر و تحلیلی باید گفته بشه. به هر حال گفتن که این ایشون منظورش اینه که زیلو بخرید و زیلو صنایع دستی رو میخوان گسترش بدن. لابد همینطوره، ایشون زبون یا زبان نمادین صحنه رو بهتر از من و شما میدونن. این خبرنگار و آمدن در مورد زیلو و قلم فرسایی هم شده در اینجا که بله، زیلو بافی چیز مهمی بوده در ایران، و رهبرم دیده به صنایع دستی رو در همون مسیر اقتصاد و به صنایع دستی توجه کنه. من این رو بگم که ابتکارات در صنایع دستی بسیار بسیار زیاد هست، قابل تقدیر هست کسانی که در صنایع دستی ایران کار میکنن. من در سال گذشته شاهد بودم و در سالهای اخیر که دقت کردم راجع به این موضوع، دیدم که بسیار جالب توجه هست، ابتکارات جدیدی هست. بهشون تبریک میگم، پایدار باشن همچنان که بودن. اما این نکته‌ای که ایشون اشاره کرده، من نمیدونم، شاید باید از آقای خامنه‌ای شخصا پرسید که منظورتون چی بوده، زیلو اون زیر هست و ترمه هست و اینها روی میز انداختید. حالا اگه چیز دیگه مینداختن لابد تفسیر دیگه‌ای میداشت.
ولی توضیح داده شده که در زمان گذشته در میبود، میبود یزد، این زیلو هم مال میبود یزد، هنرمندان بسیاری داره در اون شهر، زیلو بافن بسیار، میگه پیش حدود 50 سال پیش، منظور پیش از انقلاب، حدود 2000 زیلو بافی در اونجا بوده، ولی خب الان کم بوده، شغل مردانه ای بوده، الان زنان وارد اونجا شدن، یعنی زنانی که ما بسیار بسیار دیدیم، اتفاقا من دیدم در کارخونه های زیلو کارگاه های زیلو بافی و قالی بافی اینا وجود نداشتن، حالا تازه جمهوری اسلامی راه رو باز کرده برای اونها، ولی الان کم شده، تعداد بسیار کم شده. خب بله، زیلو رو از زیر پای نه تنها ملت بلکه خب طبعا مردم میبود هم کشید انقلاب، اینه که کم شده. به هر حال به این موضوع حتما توجه داشته باشید که هدف رهبر توسعه صنایع دستی بوده، به خصوص زیلو و ترم بافی. و بعد پیام ایشون که دیگه نیاز به تفسیر نداره، گفتن باید کار ایجاد بشه، باز ابراز نارضایتی تلویحی از روند کارها که اونطور که میخوان نبوده. از اون طرف هم رئیس جمهوری دکتر شیخ پرزیدنت حجت الاسلام و المسلمین آقای روحانی هم پیام داده که حتما ما این دفعه این کار خواهیم کرد، و پیام ایشون که خیلی مفصلتر هست، یعنی از بابت اقتصادی گفته که نه تنها سال مقاومت اقتصاد مقاومتی، بلکه تولید و اشتغال هم خواهد بود، یعنی اقتصاد مقاومتی ویرگول تولید دش اشتغال. او گیومه هم گذاشتن تمام خبرگزاری های حکومتی که یعنی بیا و ببین، 40 ستون 40 پنجره این سال جاری مقاومتیشو دیدیم، الان تولید اشتغال باشه ستا دیگه، یعنی از این بهتر نمیشه. همونطور که گفتم یک اقتصادی سیت بسازم 40 ستون 40 پنجره به این میگه که تولید و اشتغال هم درش بسیار زیاد هست. اما شما عزیزان گفتم همه گله میکنن از این ناراضی هستن از اوضاع، رئیس جمهور از اون یکی، رهبر از اون دوتا، اون دوتا از اون سه تا، همینطور ادامه داره، با همدیگه همراهی میکنن میرن. ولی وسط این شلوغ پلوغی ها مبادا فکر کنین که مسئولان به فکر کار نیستن، ابدا اینطور نیست، بسیار فعال هستن در جهت مسئولیت خودشون. شما حالا یه جور دیگه شاید فکر کنین مسئولان یه وظایف دیگه دارن، ولی میبینیم وزیر را رفته به فرودگاه ظاهرن، ببینین چقدر دقیق درست حسابی عمل میکنه. با هم میبینیم. پس الان آقای وزیر اومدن پارکینگ اینجا تهیه کنید. شما با تاکسی بیا، با تاکسی بیا. شبی 25000 تومان حق من مردم نیست. باید بیشتر از شما. اینجا هیچ نظارتی نیست. مثلا 7 برابر قیمت. این مشتری میگه شما 7 برابر قیمت بفروشید. به این صورت نیست که. چند دلیل قیمتاتون اینا؟ الان مثلا یه آب پرتقال اینجا چنده؟ 12. بازار چقدره؟ 8 تومان. خب پس هفت برابر نیم. نه یه سال املت چند در مسافر و سالش املت بود؟ ده تا میگم چرا ده تا منه؟ املت تو شهر هم همین؟ سه چهار تومن تو ده سال بیش هم چهار تومن شما فرشکت اومدم هنوز پرواز من انجام نشد ایران ایرتور، هنوز تازه میگم 12:45 دقیقه. نه تو حسابی مالی آبروزی چی کار کنیم آقای دکتر؟ خب ببینین اینه دیگه، چقدر خوب چقدر خوشحال وزیر را. اون بانوی نازنین که پارکینگ میخواد، خب اولا وزیر را فرودگاه که نرفته که به حرف شما گوش بده برای پارکینگ، برای پارکینگ اینا به وزیر را چه مربوطه؟ رفت آمد تأخیرهای هواپیماها و بقیه مسائل اینجور به وزیر را چه مربوطه؟ اولا دیدیم دیگه، اگه دقت کنیم گفت 8 روز، ما نگمدیم که اینجا 8 روز پارکینگ بسازیم، برای ایشون هفته 8 روزه از بس که کار میکنن. ایشون رفتن ببینن نرخ پرتقال چقدره، اگه قرار پارکینگ برای شما بسازن دیگه کی برسه به نرخ پرتقال تو فرودگاه چقدر میفروشن؟
یه خود ملاحظه کنید، یه خود توجه کنید. پارکینگ نیست که نیست، راهنمایی به این خوبی با تاکسی بیاید. نون ندارید بخورید، خب بیسکویت بخورید. اونقدر گرفتاری درست نکنید وقتی این مسئولای ما رو نگیرید. و بدونن پرتقال در فروشگاه چقدر میفروشن. را میفتن دبدبه کبکبه، کبکبه اون پشت‌تر بود دیده نمیشد، دبدبه با ایشون بود. میرم آب پرتقال چقدره؟ 10 تومن. هر هر کرکر میخندن خوشحال، چون 10 تومن 15 تومن. اما 7 ساعت 8 ساعت از مشهد دیر اومد و دیر اومد. آسمون که به زمین نمیاد. پارکینگ نیست که نیست، خب با تاکسی بیاین. پول نداریم پیاده بیان، یه نوع ورزشه. خونتون تهران پارس فرودگاه مسئله ای نیست. زودتر را بیفتید، هر چیزی راه حل داره. نگذارید من جزئیات بیشتری رو بگم که شما وقت وزیر راه رو میگیرید که نرسه به امور اصلی که پرتقال چقدر آب پرتقال. نگذارید بگم چه دستایی در کار هست، چه کسانی این حرفا رو زمینه سازی کردن که شما مطرح کنید، که وقت وزیر رو بگیرید از مبارزه با امپریالیسم و استکبار جهانی غافل بشن. نگذارید. در حال عید شما نازنینان مبارک، هر تعداد ساعتی که منتظر هواپیما هستید اونجا باشید، به جان مسئولان دعا کنید. همینطوری که پیاده دارید میایید، بانوی نازنین، شما هم همین کار رو بکنید. در حال و بگذاریم مسئولان کار خودشون رو انجام بدن. و اما یکی از موهباتی که خداوند به ما نازل کرده آیت الله مکارم شیرازی هست. آیت الله مکارم شیرازی شوخی نیست به هیچ وجه. ایشون در تمام زمینه ها صاحب تخصص هستند و نفرمایید که برنامه نمیدن. برنامه های مختلفی داره حکومت. یکی از این برنامه ها آقای مکارم شیرازی، از فضای مجازی بهش اشاره میکنن، اینترنت و اینا، که چجوری اداره بشه و گفتن در حوزه ما استفاده میکنیم، بسیار خوبه برای آموزش و اینا. بقیه جا هم باید از حوزه تقلید کنن و راه رستگاری در همینه که ایشو میگه. و ضمناً اومدن راجب مسائل دیگه ببینید، میگید نشستن اونجا چنین نیست. ایشون راجب ترافیک صحبت کردن، گفته که به هر حال مثلا امنیت در جاده‌های کشور مرهون خدمات نیروی انتظامی است و مردم با آرامش خاطر در جاده آمده شد میکنن. بله، با آرامش خاطر میگن. تعداد تصادفات هم توی ایام نوروز هم مسئله نیست، با آرامش خاطر تصادف میکنیم. حالا راه حل هم ایشون دادن، گفتن که فرهنگ ترافیک رو خبرگزاریه گفته تابناک هست، مال دار دسته دیگه حکومتی. در بخش دیگری از سخنان به فرهنگ ترافیک در جامعه اشاره و بیان کرد. یعنی ترافیک خودش یه فرهنگ داره. این شوخی نیست، ما فرهنگ ترافیک داریم. یعنی این کار بی فرهنگی نیست که ترافیک ایجاد میشه، فرهنگ ترافیکه. آیت الله مکارم چه فرمودند؟ فرمودند این فرهنگ رو باید بین مردم ارتقا داد. یعنی فرهنگ ترافیک رو باید ارتقا بدین. فرهنگ ترافیک، حالا میگین منظور ایشون چیز دیگه، نخیر، من خدمتتون خواهم گفت دقیقاً منظورشون فرهنگ خود ترافیک است. و ملت ما باید قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت کنن. این قوانین چیه؟ گفتن ایشون، وی تاکید کرد، وی منظور وی نیست، ایشون آیت الله مکارم شیرازی، وی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی جزء وظایف شرعی و تخطی از آن گناه است. یعنی این نیستش که فقط مثلا اینجا ببینین از چراغ قرمز رد شدین، تکلیف شرعیتون انجام ندادین، اینجا جریمه نشدین سر فور و سرات، قبض جریمه اونجا هست. نکیر و منکر و اینا رو من کار ندارم، اطلاع ندارم حقیقتش. قبضای خلافای شرعی شما رو در مورد ترافیک هم نکیر و منکر است فکر نمی کنم. فکر می کنم صرف سرات هست، چون خلم به هر حال اونجا دیگه راه در رو هم نداری. به هر حال وظیفه شرعی و تخطی از این، از آن گناه است، از این نه،
از آن گناه هست. بنابراین حرف آیت الله مکارم شیرازی رو توجه کنیم. فرهنگ ترافیک، ما این یک کار عظیم فرهنگی. و یک نکته رو که ایشون اشاره کردن، گفتن که در سال جاری، به اصطلاح در سال جاری تعداد ماشین های 2 میلیون خودرو در سال 95 وارد کشور شده و کاهش تصادفات نتیجه کار فرهنگی بوده است. حالا این تا چند داده درست است من اطلاع دقیقی ندارم، ولی درست میگن تصادف نمیشه کرد اصلا از جا، چون فرهنگ ترافیک چی بالا رفته، ارتقا پیدا کرده. میبینیم با هم چگونه فرهنگ ترافیک بالا میره که حتی نمیشه تصادف کرد. تماشا بکن. چی شدی؟ میوه فروش، میوه فروش اینجا دار رو بسته. اینجا شهر آبادانه، مسئولین خوابن، یه نفر هم تو آمبولانس. آبادان ها، اینجا شهر آبادان، مسئولین همه خوابن. خب ببینید، اولا این آقایی که گفت مسئولین همه خوابن، واقعا من تردید ندارم عامل استکبار هست. از MI6 جایی دستور گرفته، CIA جایی که بیاد و همین حرف رو بزنه، مسئولین همه خوابن. ولی از اونجایی که ما مرتب مشت در دهان انگلیس، آمریکا، همه جا میتونیم بزنیم و میزنیم هر روز، این هستش که متوجه نیستن مسئولین ما مردمان مؤمنی هستن و متوجه نیستن که روایت ما داریم، روایت که خواب مؤمن عبادت هست. بنابراین خوابن که خوابن، باشن، خیلی هم خوبه، عبادته. دو، فرهنگ، یک رو نگفتم ولی به هر حال دو، فرهنگ ترافیک خب بالا رفته. میبینید همه دور هم هستیم، خوش میگذره، موزیک متنی هم داریم، حالا آژیر آمبولانس، بیماری هم هست اون تو لابد و پرستار دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن که چقدر خوش میگذره و بقیه مسائل، برنامه های اقتصادی آینده و اینها، همه دارن خوش میگذره، میوه فروشن وزارت خیابون داره میوهشو میفروشه. و این آبادان نازنین هست که قبل از انقلاب چون فرهنگ ترافیک بالا نرفته بود، خیابون‌های آبادان در ایام نوروز دو تا ماشین این ور می‌رفت، دو تا این ور می‌رفت، چهار تا این و چهار تا اون، و فرهنگ ترافیک نبود. میوه فروش کجا میتونست بیاد میوه‌شو بفروشه؟ بله، این هستش که همه دور هم همونطور که اشاره کردم خوش هستن، مسئولان هم خواب هستن، مشغول عبادت هستن. هیچ نگران نباشین، کنایه هم نزنین مسئولان خوابن، چون نیست. البته در مواردی که باید بیدار باشن بیدار هستن. تازه مسئولان گاهی به شما میگن که شما خوابید، ما بیدار. بعد اینم هست، چه جاهایی بیدار هستن من الان میگم، با هم خواهیم دید که مسئولان برای سال جدید هم برنامه دارن، نه تنها بیدارن بلکه برنامه هم چی دارن، نه تنها برنامه برای این دنیا، برای دنیای دیگه هم دارن، برای انواع و اقسام دنیا برنامه دارن مسئولان ما. گوشه از مسئولان رو میبینیم یا برخی از مسئولان رو میبینیم، چون این برخی هم بسیار مهم هست، این کلمه برخی، آقای روحانی در پیامشون گفتن که برخی پول نفت رو بردند و خوردند و اینها، بردند و فروختند و خوردند نفت رو، برخی اسم ندارن دیگه، مثل زندانیان سیاسی ما که نیستن که اسم داشته باشن، زینب جلالیان، فاطمه مصنع، ارژنگ داوودی، نرگس محمدی، بهار هدایت، مریم اکبری منفرد و بسیاری بسیاری دیگه. نه، اینا برخی هستن چون با میلیاردها سر کار دارن. به هر حال برخی از این مسئولان رو میبینیم که دارن چه برنامه‌ای رو
به شما عزیزان برای سال آینده هم ارائه میدن، نه تنها برای سال آینده، برای سال گذشته، سالهای بعدتر، بعد و بعدتر هم میتونید این برنامه رو استفاده کنید و رستگار بشید در این دنیا و آخره. میبینید زمین پر از ظلم و جوره که ما اینقدر به قول ما باید بچزد، بگرید، بنالد، بزارد تا امام زمان بیاد. دستتو به چشمت بگذار، به پیشانیت بگذار، یه ذره با این دستت به سور به پاد بزن، یه ذره به سینت بزن، یه ذره به صورتت بزن، یه ذره کاری کن، حتی الکی گریه کن. انقدر من دوست دارم عشق شما رو که اگه الکی هم گریه کنی من خدا باور میکنم بهت مزد میدم. لا اله الا الله. خب دیدین دیگه، اینقدر من شما رو دوست دارم، یعنی از زبان خدا همه ایشون میگه که اون بالا نشستم هستم و دارم نگاه میکنم، الکم گریه کنین من خوشم میاد، دوست دارم، از زبان خدا، یعنی در حال ریاکاری دیگه دوست دارم دیگه، خداوند هستیم و دوست دارم ایشون میفهم. برای اینم برنامه هستش برای رستگاری در این دنیا و دنیای آینده که نه نفرمایید که مسئولان خوابن، کنایه نزنید، بار آخر شماست کنایه میزنید، وگرنه ما بیشتر افشا خواهیم کرد که شما با کجاها در ارتباط هستید. دوست عزیزی که در آبادان چنین گفت، هر کی هستن. و ما یکی از مسئولان پیشین حکومت و از مسئولان نسبتاً جاری فعلی و از مسئولان احتمالاً آینده در صحنه هست میبینیم، آقای اسفندیار رحیم مشایی. ایشون هم در چه وضعیتی هستن؟ اینا همه با عالم بالا در ارتباط هستن. اون بابا رو که دیدین بی خودی حرف نمیزنه که من خدا، به جای خدا داره صحبت میکنه. با هم بسیار نزدیک هستن. قاب مومن عبادت کجا؟ با خداوند در ارتباط. میبینید گاهی وقتا مومن از این ور به اون ور میغلطه اینجور؟ اینه که ارتباط دیگه، گاهی مومن خوابه یه لبخند میزنه، گاهی مومن خوابه یه اشکی به چشمش میاد، همه اینها اینا ارتباط ها. در بیداری هم همینطوره، نمونه بیداریشو میبینیم. آقای مشایی، ماه اسفند هستیم و کنار اسفندیار، یه جمله هم در مورد اسفند ما. من قبلا گفتم این جمله رو، فکر میکنم یه 4-5 سال پیش بود که عرض کردم که خودم بخشی از زمستانم، نه ولی رو به بهارم. احسن دیگه، رو به بهار، همه رو به بهار هستیم. من امیدوار هستم که انشالله بهار میاد، انشالله. بله دیدی، همون خوشحال شاد بگو بخند اینا، اسفندیار کنار اسفندیار و در ماه اسفندیار چه خندی داره، شادی آفرین هست اینا. سکوت میشه وصل میشن، مولوی و اینها یه جور دیگه وصل میشدن، اینا هم یه جور دیگه، این نوع جدید هست. انشاءالله بهار میاد، بزرگ نمیر بهار میاد و بعد اونم میتونه باشه، انواع و اقسام هست، ولی به هر حال بهار میاد. پای مشایی رو هم دیدیم. تا لحظاتی دیگه، پیام های شما عزیزان رو خواهیم شد. نسیم فروردین وزن به بستان شد، بیا به بستان ببین گلستان شکوفه باران شد.
جفا بگذر. تو با می گلگون دلم به دست آور، چلال بکشا به خند لبا، چلال خندان شو. نگاه نرگس من بنفش خندان ز نغمه بلبل به طرف باغ و چمن بشت آمد گوش. جناب چالنگی با سلام و درود و تبریک عید خدمت جناب عالی، همکاران محترم، آقای نوری‌زاده، سپاس از برنامه خوب شما. امروز روز 17 جمعه است. من بازپخش برنامه شما رو پنجشنبه رو تماشا می‌کردم. واقعیتم اینه که خیلی خوشحال شدم و خیلی دلشکسته متأثر شدم. دیگه بالاخره هر انسانی یک حالتی داره. جالبتر از همه این بود که این چیزها در زمان من و شما که جوان بودیم این چیزها رو ما به این صورت ندیده بودیم واقعا، و الان که میبینم هم خوشحال میشم که بچه ها چقدر زرنگن، چقدر تیزهوشن، و هم متاثر میشم که چرا کشور ما به این روز افتاده، کسی نیست از این بچه ها محافظت کنه. من از حضور شما تقاضا دارم که بینندگانتون صحبتهای شما رو که میشنون، ما هنوز تا 13 فروردین عید نوروزه، خودشونو در این جشن شریک کنن و این بچه ها رو همیاری برسونن. حتی کسانی که در امریکا هستن و میرن ایران، وقتی میبینن محبت بکنن، میتونن کمک مالی بکنن، میتونن تشویقشون بکنن، بیشتر از اینا اینا لیاقت دارن. و امیدوارم که ببینیم فیلمشو برای ما بفرستن. تشکر میکنیم از کسانی که اهمیت میدن و فیلم میگیرن و برای ایران فردا میفرستن. من بیننده سپاس دارم ازشون و سال نو هم بهشون تبریک میگم. ولی هموطنان رو تنها نذارید. اگه احتیاج دارن بهشون کمک کنید. هیچ رای دوری نمیده. خودتون رو نشون بدید، خودتون رو به ما جامعه عرضه کنید به طریقهای مختلفی که براتون امکان داره. امیدوارم سال خوبی برای همه مردم دنیا باشه. روزتون بخیر. سپاس بسیار از شما دوست عزیز. در هر کجا که هستین تندرست باشید و نوروز بر شما خجسته باد. اشاره این هموطن نازنین ما به برنامه هفته پیش بود که من کودکان هنرمند رو در خیابون‌ها که نوازندگی می‌کردن در برنامه داشتیم، با من و شما بودن، میزبانشون بودیم. خواهشی هم که من داشتم و ایشون تأکید بر اون داشتن این هستش که هر کمکی که میتونید به عنوان ایدی، به عنوان هر عنوانی در اختیارشون بگذارید، بهترین در صورتی که توانایی وجود داشته باشه. سرپرستی هنر این کودکان هست که شایسته صحنه‌های بسیار رفیع‌تر و بلندتری هست. من کسی رو در آمریکا میشناسم، به طور کوتاه بگم خدمت شما، که حدود 30 سال پیش یکی از کودکان کار در خیابون رو به آمریکا آورد، کمی بیشتر، و این کودک رو در اینجا به تحصیلاتش ادامه داد. با مشکلات فراوانی هم داشت برای انتقالشون از نظر سرپرستی. و این کودک بیش از 31 سال پیش، حدود 31 سال پیش، الان یکی از بهترین جراح‌های مغز در یکی از ایالت‌های آمریکاست. در هر حدی که میتونید باعث خوشحالی این کودکان میشید و این هموطن عزیز که مطمئنم میلیون ها مثل ایشون هست و قطعا من نیز خوشحال. بیننده بعد.
آقای چالنگی، این برنامه شما تفسیر خبر یک کانال تلگرام داره، ما هرچی تو این سایت میریم میگن این سایت دلیت شده، حذف شده، اگه میشه لطف کنین یه کانال جدید تلگرام به ما معرفی کنین. ببخشید من یه لحظه اسم شما رو هم اشتباه گفتم. خیلی ممنون، سال خوبی برای شما آرزو میکنم. حق با شماست، حق با شما. در اثر یک اشتباه فنی من این اتفاق افتاد. کانال جدید رو تأسیس کردیم، به راه انداختیم، آدرسش رو امیدوارم الان روی صفحه ببینید، آدرس جدید کانال تلگرام رو که این بار با اسم خود من هست، ادساین و جمشید چالنگ، این رو میتونید ببینید، در طول برنامه هست. حق با شما، حتما، چون امیدوارم بتونید پیدا کنید، که قطعا پیدا با نشانی جدید. پیام بعدی. این پیغامیست برای آقای چالنگی. جناب آقای چالنگی، با تشکر از برنامه بسیار جالب شما، خواهش دارم اگر امکانش هست، شما که اقتصاددانان بسیار ماهری هم به برنامه‌تون دعوت میکنید، یک بار درباره برجام صحبت بکنم. با اینکه برجام امضا شده ولی هیچ کاری انجام نمیشه، و این هم به خاطر اینکه هیچ کدوم از بانک‌های اروپایی حاضر به همکاری با ایران نیستن، و اون را هم ما میدانیم چرا. آیا امکان دارد در یک برنامه از همکاران اقتصادیتون خواهش کنید که در این باره مفصلا صحبت کنند، که ملت ایران بدونند چرا بعد از امضای برجام هنوزم که هنوزه هیچ کاری انجام نمیشه؟ خواهش دارم این برنامه را اجرا بکنید. فکر میکنم عده زیادی از هموطنان ما متوجه میشن که امیدی به ایران دیگه نیست. با تشکر، شب و روزتون بخیر. با سپاس از شما، امید که به ایران همیشه هست، در طول تاریخ هم همیشه همین امید به آینده ایران بوده که ایران رو نگه داشته. شاید منظور شما امیدی به حکومت ایران و وعده های حکومت ایران نیست، که این اعتقاد و نظر شماست، به نظر بسیاری از نظر عملکرد در جهت منافع ایران امیدی هم نیست به حکومت، شاید منظور شما این باشه. ولی قطعا در این زمینه صحبت کردیم با مهمانان عزیز برنامه، در متخصصینی که شما اشاره کردین، ولی حتما به توصیه شما عمل خواهد شد. نوروزتون مبارک باشه. پیام بعدی رو بشن. با سلام، پیام برای برنامه تفسیر خبر آقای چالنگی دارم. با سلام به شما آقای چالنگی عزیز و برنامه بسیار زیبایتون که روز پنج شنبه در حقیقت 16 مرز پخش کردید، که من امروز جمعه دارم اون رو میبینم و بسیار از شما سپاسگزارم که یاد این عزیزان، بچه هایی که باید این هم در مدارس عالی موسیقی فارغ التحصیل بشند و برای مردمشون بنوازند و مردم ایران را همیشه شاداب را در شادابی حفظ کنند، ولی با نکبتی که نصیب مردم ایران شده، قطعا آنها جز نابودی مردم ایران و سرزمین ایران چیز در ذهن و ضمیرشون وجود نداره. و برای هر ایرانی مشخصا معلوم هست که این حاکمیت جز نابودی، جز فساد و تباهی چیزی به برای مردم ایران نداشته. ولی پیامم به همه اونهایی که یدک میکشند هنر رو و هنر رو برای خودشان نوعی کاسبی و عقده پراکنی میکنند و اینطور وانمود میکنند که هنرمندند. نه، آنان هنرمند نیستند. آنان همدست جانیانی مثل خامنه‌ای و امثال آنها هستند، و نکبت باد بر هر هنرمندی که لحظه‌ای
توجه به جامعه خودش نداشته باشه و قطعی عشق نریزه که فرزندان آینده مردم در چه شرایطی زندگی می کنند. سپاسگزارم آقای چالنگی عزیز. با سپاس از شما هموطن عزیز، نوروزتون خجسته باد. اشاره به همون برنامه پنجشنبه گذشته است که من قبلا اشاره کردم، کودکان هنرمند ایرانی. من مطمئن هستم، بله، در کنار کسانی که شما اشاره کردید، هنرمندانی که دستی در کاسه حکومت دارن و ستایشگر حکومت و کارگزاران حکومت، بحث دیگری است که شما اشاره کردید، ولی من مطمئن هستم بسیارن هنرمندان ایرانی نازنین که دل در گروی آینده هموطنان خودشون دارن، به خصوص مردمان محروم کشورشون. این رو اطمینان دارم، چون این هست و چون این نیز خواهد بود. به شما و این گروه از هنرمندان عزیز کشورمون سال نو رو باز هم تبریک میگم و خجسته باد. به پایان برنامه رسیدیم. با ما میتونید از طریق شماره تلفنی که میبینید در تماس باشین. کانال تلگرام رو بار دیگه من اشاره میکنم، روی صفحه تلویزیون میبینید. از این طریق حتما برنامه رو کسانی که از آغاز ندیدن تا ساعت دیگه روی کانال تلگرام لینک برنامه رو میبینن و روی وبسایت ایران فردا. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراگ زرد، کو الوند، کو زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، نوروزتان خجسته باد.